دیوید تیلور. نام کاملش دیوید موریس تیلور سومه. او همسرش کندرا رو تو محیطی کاملا منحصر به فرد ملاقات کرد بر روی تشک کشتی. این زوج که اون زمان 10 ساله بودن تو مسابقات ملی تو رنوی نوادا به مسافه هم رفتن و تیلور برنده شد و اونا بعد از گذشت بیش از 20 سال هنوز با همدیگه هستن. لقب تیلور ماجیک من یا مرد جادوییه که از شخصیت یه راننده تو فیلمی کمدی به نام شب‌های تالادگا گرفته شده. زمانی که تیلور 8 سال داشت، اهداف زندگیش رو روی کاغذی می‌نوشت و یکی از اهدافش گرفتن مدال طلای المپیک بود. سال 2019 مجبور شد به دلیل آسیب دیدگی زانوش 1 سال از میادین دور باشه، اما بعد از مصدومیت تو المپیک 2020 توکیو با شکست حسن یزدانی طلایی شد. او بیش از 10 مسابقه با جردن بارود و کایدک داشته که بیشتر بازنده بوده. Burrows really hasn't been able to get into the legs yet. He went down. I'm not sure. They bumped heads, but there's a takedown for David Taylor. Now they got warning on red. Red, that's Taylor, and he comes forward, wow. And there's going to be a take in behind him. Nothing yet. Freestyle, you got to get that leg out. See how that Dake's right leg's Oh, really? Leg the leg's got to come out. Yep, Dake takes him through, though. Yep. Back. Nice. Not going to happen, and they're going to scramble through. Kyle Dake coming out the back door. He got 2 for that. Great exchange, kind of stuffed that Taylor's head. Taylor's got the leg, has it up to the feet, changes off, and it's going to be a takedown. David Taylor on the edge. 4-2 is the score, 2 minutes to the left. And here we guys go, 40 seconds left. Here comes that last and scramble look at this. Right now. Taylor's in on the leg. Oh, he's going to take it through. Oh, look at 2 for back. David Taylor. And two reversals for Dake. 2 back. Wow, great action here late in the third period. تیلور و یزدانی تا به حال 6 بار به مسافه هم رفتند که سهم تیلور 5 پیروزی بوده. اولین مبارزه او با حسن یزدانی سال 2017 و تو جام جهانی کرمانشاه بود که تیلور موفق شد حسن رو ضربه فنی کنه و آخرین مبارزه اونا هم مسابقات قهرمانی جهانی 2023 که بازم تونست یزدانی رو ضربه فنی کنه. در عین ناباوری و 4 امتیاز کشتیگیر ما عقب هست. حالا برای سمجید گیری میکنه دیوید تیلور میره برای فیتو. برای فیتو اقدام میکنه. یه فیتو سعی میکنه که اجرا کنه که خودش حالا یک بار از تعادلش به هم میخوره. از همونجا رو میکنه بس. برای همچنان در کمند حریف. تلاش خودش زد. با آباکش زد. اما نتونست نتیجهی بگیره. ثانیه پایانی. و اینجا موفق میشه با ضربه فنی حسن یزدانی ما رو شکست. تیلور سابقه مبارزه با کشتیگیران ایرانی زیادی رو داره که فقط مقابل حسن رحیمی، احسان لشکری و حسن یزدانی شکست خورده. گردن مهار کرده بلند میشه از جای خودش سعی میکنه یک یورش یک حمله و پای برد توشه خارج میکنه خاک میکنه 2 امتیاز شیر مادر نان پدر حلال دلاور. دیوید تیلور 4 سال از حسن یزدانی بزرگتره. در واقع تیلور تو سن 28 سالگی وارد تالار قهرمانان تاریخ کشتی شده، اما حسن یزدانی از 21 سالگی تو مسابقات جهانی لاس وگاس 2015 مدال نقره گرفت و پا به این تالار گذاشت. تیلور قبل از سال 2018 مدال طلای جام یاشاردوغو و جام یاریگین رو کسب کرده بود. مسابقات قهرمانی جهانی 2018 تنها مسابقه ای بود که تیلور تو فینال با حسن یزدانی پشتی نگرفت.
او تو مرحله اول مسابقات حسن یزدانی قهرمان المپیک 2016 رو با نتیجه 11-6 شکست داد. تیلور تو فینال فاتح اردین کشتیگیر ترک رو 12-2 شکست داد و طلایی شد و یزدانی هم برنز گرفت. تیلور فلسفه خاصی رو به شاگرداش آموزش میده و میگه اولین تمرین شما این است که ذهنتون رو قوی کن. اگه این کار رو انجام بدید میتونم تمام تکنیکایی که برای موفقیت لازمه رو به شما آموزش بدم. شاید همین مورد باعث شده که تیلور تا این حد برجسته و شایسته باشه. او در کنار کشتی به نسل بعدی کشتیگیران آموزش میده و به همسرش تو فروشگاه آب میفروشی کمک میکنه و اخیراً هم رو به دامداری آورده. This is Honey. She's a sweetheart. This is Stormy. She was a little shy at first. This little guy here, this little fluffball, this is T-Bone. He's a steer. This is the family. او درباره سبک کشتی خودش میگه وقتی روی توشک هستم از هر موقعیتی برای کسب امتیاز بهره میبرم و اصلا محافظه‌کار نیستم. من فوق‌العاده منظم. همچنین این توانایی رو دارم که حریف رو تو موقعیت‌هایی قرار بدم که آمادگیش رو نداره. دوستان، نظر شما راجع به تیلور چیه؟ آیا کشتیگیری میتونه اون رو متوقف کنه؟ لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.